تیم ملی فوتبال کشور دومین دیدار از رقابت‌های جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 را با نتیجه 2-1 در برابر عمان واگذار کرد. با این نتیجه تیم ملی فوتبال کشور با 5 امتیاز از 7 بازی در رده چهارم گروه ای قرار گرفت تا در دیدار پایانی در این گروه با هند 6 امتیازی که در حال حاضر در رده سوم گروه قرار دارد رویارویی کند. قرار است ملی پوشان فوتبال کشور در سومین و آخرین دیدارشان از رقابت‌های جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا سه‌شنبه شب در برابر هند صف آرایی کنند. تیم ملی فوتبال کشور دومین دیدار از رقابت‌های جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 را در برابر عمان واگذار کرد. این دیدار از ساعت 7:40 شب گذشته در ورزشگاه جاسم بن حمد قطر برگزار شده بود. عبدالله فواز بازیکن عمان در دقیقه 14 دروازه افغانستان را باز کرد و عمان را پیش انداخت. متاسفانه می‌بینید تیم ملی فوتبال عمان به گل رسید. این شوتی است که از پشت محوطه جزا زده شد و دروازه تیم ملی فوتبال ما باز شد. اما در ادامه ملی پوشان فوتبال کشور نمایش بسیار خوبی برای شاگردان برانکو داشتند و موفق شدند در دقیقه 23 با امید پوپلزای به گل تساوی برسند. پوپلزای دروازه را باز که چه گلی زدیم به عمان. حالا 1-1 مساوی. امید پوپلزای دروازه عمانی ها را باز کرد. نیمه نخست این دیدار با نتیجه 1-1 به فرجام رسید تا شیران خراسان برای کسب پیروزی در نیمه دوم امیدوار باشند. در نیمه دوم اما حملات شاگردان برانکو بر روی دروازه اویس عزیزی افزایش یافت و این تیم در دقیقه 51 بازی باز هم توسط عبدالله فواز موفق به زدن گل دوم شد. مصدومیت عمران حیدری مهاجم جوان فوتبال کشور در شرایطی که تیم ملی به دنبال تساوی و کسب امتیاز از عمان بود ضربه سنگینی بود و سبب ضعف در خط حمله تیم ملی شد. حیدری در دقیقه 75 بازی در تلاش مساوی ساختن تیم بود که پس از برخورد با بازیکن حریف از ناحیه شانه مصدوم شد و جایش را به آدم نجم داد. در ادامه شاگردان انوش دستگیر تلاش زیادی برای جبران نتیجه انجام دادند اما ناموفق بودند و این دیدار با نتیجه 2-1 به فرجام رسید. با این نتیجه تیم ملی فوتبال کشور با 5 امتیاز از 7 بازی در رده چهارم گروه ای قرار گرفت تا در دیدار پایانی در این گروه با هند 6 امتیازی که در حال حاضر در رده سوم گروه قرار دارد رویارویی کند. قرار است ملی پوشان فوتبال کشور در سومین و آخرین دیدارشان از رقابت‌های جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا سه‌شنبه شب در برابر هند رویارویی کنند. در گروه ای این رقابت‌ها قطر با 22 امتیاز صدرنشین است و عمان با 15 امتیاز در رده دوم قرار دارد. هند با 1 امتیاز بیشتر نسبت به افغانستان در رده سوم و بنگلادش نیز با 2 امتیاز قهرنشین گروه است. در این باره با آقای فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان از دوحه بحث میکنیم. آقای مشعوف بسیار زیاد خوش آمدین در برنامه. سلام آقای پوی عزیز. سلام به شما و بینندگانتان. تشکر. سلامت باشین. زنده باشین آقای مشعوف. خسته نباشین. در نخست بازی دیشب چگونه بازی بود در حالی که 2-1 به عمان واگذار هم کردیم؟ از نظر شخصی خودتان بازی دیشب چگونه بود؟ خب من فکر میکنم که ما بازنده سربلند مسابقه بودیم. راستش بخواین ما نمیرفتیم که از امتیاز در واقع از عمان بترسیم. نمیترسیدیم از اول. این قبول داریم که عمان تیم خوبی است، تیم با تجربه تری است نسبت به بازیکنان ما و از لحاظ کیفی خب اونا شرایط بهتری نسبت به ما دارن. اما ما در مقایسه با شرایطی که فدراسیون فوتبال افغانستان داره و ما خود نمیتونه با عمان مقایسه بکنیم، ما یک تیم بسیار خوب هستیم. ما میخواستیم که تیم ببریم و دیروز رفتیم که تیم شکست بدیم. افغانستان حالا اون تیمی نیست که بخوای والا بگه خوی گپای سرمربی ها و گپایی که معمولا در پرس کنفرانس ها گفته میشه یک چیز بسیار عادی است. علاوه فنی ما روی تیم خود حساب میکنیم و اون تیم تیمی نیست که ما بخوایم بگیم والا ما خود باخته داریم مقابل عمان. قطر، عمان، کره جنوبی، هر تیم بله شاید روی کاغذ رنکینگشان از ما بالاتر باشه
او دوران خلاص شد که ما 5 گل 6 گل 7 گل بخوریم. شما دیدین بازی رفت ما به قطر 6 گل برام زد، تیم ما منسجم شد، در تاجیکستان آمد 1 گل به ما زد و هم به زور از روی نقطه پنالتی. دیروز آقای دستگیر در نشست خبری هم گفت، من میال برای همه مردم عزیز میگم، عمان شانس آورد که با ما در تاجیکستان بازی نکرد، واقعا شانس آورد و مطمئن باشن اگر با ما در تاجیکستان بازی میکرد. همین پرسشتان، عمان شانس آورد که در مقابل ما در تاجیکستان بازی نکرد، که آقای یانوش دستگیر هم در نشست خبری پس از بازی دیشب گفته بود، یعنی چی؟ اگر بیشتر وضاحت بدین در این باره. ببینید ما در کابل میزبانی کرده نمیتونیم به خاطر مثال، ای کاش در کابل با ما عمان بازی کنه. ما براتون امضا میکنم که با همی بازی که دیروز بچه های ما کردن، ما در کابل هر تیمی رو میبریم. با وقت متاسفانه شرایط امنیتی خوب نیست، امروز امید زندگی کم شده در افغانستان، فیفا برای ما اجازه نمیده که در کابل میزبانی بکنیم. اوضاع سیاسی و اوضاع امنیتی ما درست معیارهای افسی را نداره، مثل عراق و فلسطین و یمن چند کشوری هستیم که نمیتونیم در خانه خود میزبانی بکنیم از تیم‌ها. خب مجبور میشیم که بریم در کشور سوم بازی بکنیم. کشور سوم و فعلا تاجیکستان است. در تاجیکستان ما مسابقات بسیار خوبی رو به نمایش گذاشتیم. ما در تاجیکستان فقط 1 باخت داریم، ما هم در مقابل قهرمان آسیا با نتیجه 1-0. هیچ تیمی ما در تاجیکستان تا حال نبرده. عمان اگر دیروز با ما منظورم از تاجیکستانی است که در خانه ما در جایی که ما میزبان هستیم بازی بکنه، مطمئن باشین که ما تیم براتی میتونستیم شکست بدیم. هرچند هر مسابقه فوتبال یک شرایط خاص خودش داره، قهرمان آسیا 1-0 ما را برد، هندوجا با ما 1-1 کرد، بنگلادش ما اوجا بردیم، اردن با ما 3-3 کرد، ویتنام با ما 1-1 کرد، کمبودیا را ما اوجا بردیم و در واقع ما از امتیاز میزبانی خود اگر بتونیم در کابل استفاده کنیم که ما قدرت هستیم. اما متاسفانه خب در تاجیکستان بچهای ما با آب و هوایش، با زمینش، با شرایطی که بر ما موثر شده در طی 4 سال چند سال گذشته، خب وقت گرفته، خوی گرفته، تاوج تقریبا ما عادت کردیم و اوجر خانه فوتبالی خود حساب کردیم، ولی هیچ جا خب وطن آدم نمیشه که در کابل بازی کنیم. ولی شما مطمئن باشین گرمی هوا، نزدیکی بالاخره جغرافیای آب و هوایی دوحه و عمان، خب اینا براشون خوب هست. عمان و قطر بسیار روابط نزدیک با هم دیگه دارن، براشون کیفیت بسیار خوبی رو فراهم کردن. امیال درمی هتل که تیم ملی ما است، زیاد گفار بینندگان عزیز ما شاید در جریان نباشن، در هتل که فعلا ما هستیم که در نزدیکی خودم استادیوم هست، 3 تیم هند، بنگلادش و افغانستان در یک هتل قرنطینه، اما عمان در هتل ما نیست، در بهترین هتل دوحه در کمپ اسکوئر در عمان سپری میکنه. ما در دانشگاه دولتی دوحه تمرین میکنیم، عمانی ها در اسکوئر تمرین میکنن. خب امکانات این امکانات قطر برایشان مهیا کرده. ما نمیگیم چرا برای ما داده برای از اونا نداده یا برای از اونا داده برای ما نداده، او بس جداست، ولی ما هم در حد خود، یعنی امکاناتی که قطر برای عمان داده خوب امکانات خوب است. اگه میامد تاجیکستان ما هم در حد معیار و مهمان نوازی که از بقیه تیما کردیم برایشان میکردیم، ولی مطمئن باشیم که بازی در خاک تاجیکستان برای ما خیلی فرق داره تا اینکه ما بیایم در قطر در هوای گرم و در شرایطی که اونا امکانات رفاهی بهتری نسبت به ما دارن به اونا بازی بکنیم. از این لحاظ من براتون ایتو منطقی دارم استدلال میکنم، ولی شما دیدین که اونا 3 شوت کردن، 2 تا شوتشان رفت به گل، یکیش هم کورنر شد رفت به گل و یکیش از کورنر زدن، یکیش هم روی غافلگیری ما از پشت 18 گل خوردیم، دیگه اونا شوت مستقیم به سمت دروازه ما نرشتن. حتی ما ضد حملات بسیار خوبی رو داشتیم. من پیشتر گفتم ما واقعا میخواستیم عمان رو ببریم و من تایید میکنم گپ سرمربی تیم، اگر در تاجیکستان یا در کابل با ما بازی میکرد مطمئن باشین عمان میبرد. درست، تشکر. آقای مشوف، شرایط تیم برای برگزاری مسابقه در برابر هند چگونه است؟ چه شرایطی را در نظر گرفتین شما؟ ما وقتی که بازی بنگلادش باختیم آقای پویا، خب بچه‌ها خیلی جگرخون بودن، یعنی بسیار ناراحت بودیم از لحاظ روحی. خب نباید بیتیم بازی رو مساوی کردیم، میبخشین اینقدر تاثیر بد گذاشته بود در اون هفته ها که من واقعا فکر میکردم باختیم بازی رو، چون بنگلادش نباید از ما مساوی بگیره. حتی با وجود بازی خوبی که کردیم و خب نتیجه مهم هست، ما این رو قبول میکنیم، ولی در مجموع شرایط طوری بود که وقتی که بازی رو ما مساوی کردیم بچه ها افسوس میخوردن که چرا نبردیم. بسیار جگر ما خون بود، اما دیشب وقتی ما هتل آمدیم در همون رختکن همه چیز تمام شد، کل بچه‌ها چک چک کردن، سرمربی از همگی تمجید کرد و همگی روحیه داد، فراموش کردیم بازی عمان. هرچند روی کاغذ خب بهتر بود می‌بردیم، ولی خب هنوزم چیزی فرق نکرده. تمام تیم آماده است برای بازی هند و افسوس نمی‌خوریم که آی چرا تو شد، آی چرا تو شد.
کاش میبردیم، ولی خب فوتبال همیست، باید سریع شروع کنی و زود بخیزی بلند شی برای بازی دیگه آماده بشی. ما فاینال ما 15 جون است، روز سه شنبه بازی مقابل هند است، بچه ها باید آماده شوند. آماده شدن بسیار جدیت. آقای مشرف، زمان برگزاری مسابقه در برابر هند چه وقت است؟ چند بجه شب است؟ 5 بعد از ظهر با وقت قطر و 6:30 دقیقه با وقت کابل. مسابقه روز سه شنبه برگزار میشه. بازی بسیار بازی عمان و بنگلادش چه وقت است؟ بعد در همان شب برگزار میشه. ساعت 8 و 10 دقیقه شب بازی خب برگزار میشه. بازی عمان و بنگلادش برای ما اهمیتی نداره آقای پیام. ما اگر هند ببریم دایرکت صعود میکنیم به دور بعدی. ما چند تا موضوع دیگه است. ما در مورد نحوه صعود مردم ما نگران نباشن. از میان تمام تیم‌های که برای 8 تیم حضور داره فقط 3 تیم اوت میشه. بله. ما خیلی شانس بالایی داریم که بریم به مرحله بعدی جام ملت‌ها. ما حذف نمیشیم آقای مشرف. فقط ما می‌خوایم دایرکت بریم که خود درگیر پلی‌آف و بازی‌های دیگه نکنیم. آقای مشرف، اگر بازی در برابر هند نبریم، اگر باز راهی هست برای صعود؟ بله که هست. 100% هست. در 3 مرحله راه هست. ببینین براتون بگم از مو باریکتر است که ما صعود نکنیم. یک نیم فیصد است که ما صعود نکنیم. ما چهارم هم در گروه شویم، 4 تیم خوب چهارم هم دایرکت میره، که فرض بگیریم چهارم شویم باز پلی‌آف میزنیم. پلی‌آف میزنیم که تیمای پنجم، که اگه پنجم باز پلی‌آف ببازیم، باز با بازنده‌های پلی‌آف میزنیم. ما نمیخوایم خود در وسط برسانیم. ما انشالله میخوایم هند ببریم که دایرکت بریم به مرحله بعدی و اصلا درگیری مسائل نکنیم و تیم بره سر آمادگی خودش برای انتخابی بزنه برای مرحله بعدی. همیال میگم مردم نگران صعود تیم ملی به دور بعدی نباشن. ما آقای انوش دستگیر 100% وعده داد، ما براتون 200% وعده میدم که تیم ملی فوتبال افغانستان به دور بعدی انتخابی جام ملت‌های آسیا صعود میکنه. انشالله. آقای مشرف، آیا شاید تغییرات در ترکیب تیم ملی خواهیم بود؟ آیا چانس برای حسین زمانی داده میشه در بازی در برابر هند، در بازی در مقابل بنگلادش، عمان هم نداره؟ این پرسشی بود که من باید از آقای دستگیر میپرسیدم. آیا جوابی داره آقای دستگیر رابطه؟ ببینین آقای پویای عزیز، من صبح با سرمربی محترم تیم ملی فوتبال کشور صحبت کردم در این مورد. در ما بعضی کامنتار رو میخونیم از مردم که در مورد حسین زمانی پرسان کردن. قضاوت کردن از راه دور بسیار کار آسانی است که چرا فلانی چانس نمیده، چرا فلانی چانس نمیده. من اگر میبودم جای شما، والا اگر من میبودم در جای آقای پویا در پشت میز تولو نیوز، ای تو لباس میپوشیدم، ای تو سوال میکردم، ای سوال پوشیدن اشتباه. ببینین این قضاوت کردن همیشه از پشت میز آسان است. حسین زمانی را خود آقای انوش دستگیر دعوت کرد برای تیم ملی. خود آقای دستگیر رفت با او صحبت کرد، برش پاسپورت گرفت. مثل فرشاد نور، مثل خیلی از ستاره‌های دیگه، چی دلیلی وجود داره که مردم کامنت میده که چرا حسین زمانی بازی نمیکنه؟ شاید حسین زمانی آماده نیست، شاید حسین زمانی دلایل فنی داره که سرمربی از استفاده نمیکنه. حسین زمانی از روزی که قطر اومدیم مشکل جسمی برش پیدا شده، آبگردش شده، وضعیت جسمی خوبی نداره، مریض احوال است. من نمیخوام خانواده‌اش نگران کنم. نمیتونه بازیکن در تمرین نتونسته بدرخشه. هوا خیلی گرم بود در 3 روز اول. خود بازیکن حسین زمانی اومده پیش انوش دستگیر میگه من سفر رو اول من یک بازیکن 18 ساله است. ببینین ما همیشه میگیم ستاره آینده دار تیم ملی. حسین زمانی نسل بعدی فوتبال ماست. حسین زمانی هنوز شاید اون شرایط فنی رو برای تیم ملی پیدا نکرده. سرمربی تیم ایتو نیست که شما فکر کنید اگر انوش دستگیر نمیخواست از حسین زمانی استفاده کنه، خیلی چرا رو دعوت کرد به تیم ملی؟ هر کسی رو که انوش دعوت کنه به تیم ملی میخواد از او استفاده کنه برای کشورش. حسین مصاحبهش هم تا چند لحظه دیگه در صفحه فدراسیون پخش خواهد شد. واقعا مجبور شدیم ما. درست است مردم حق دارن، مردم بپرسن، ولی خب ما هم چه دلایلی داریم، ما هم چه شرایط خود داره، ما رو مردم باید درک بکنه. هزاران کامنت برای ما میگه چرا حسین زمانی بازی نمیکنه. خب به هر حال آقای مشرف، پرسش نزد مردم یک قسم گنگ بود. خوب شد که شما وضاحت دادید برای حسین زمانی. بله، چرا مردم چنین فکر میکردن که آقای دستگیر نمیخواد از زمانی استفاده بکنه؟ ببینین آقای پویا، آقای دستگیر اگه نخواد، انوش دستگیر نخواد، خیلی چرا حسین زمانی رو دعوت کرد به تیم ملی؟ چرا از او استفاده میکنه؟ چرا براش پاسپورت گرفتیم؟ ما خود نمیخوایم چنین آقای ستاره آینده دار رو بیاریم در تیم ملی رو نیمکت نشین کنیم. در دنیای مربیگری و در دنیای فوتبال پروفشنال امروزی ببینین بازیکنی در ترکیب اصلی قرار میگیره که در ترکیب در تمرینات بدرخشه و در تمرینات جواب سرمربی رو بده و اعتماد مربی رو کسب بکنه. این پروفشنال ترین اتفاق امروزی فوتبال هست. شما میبینین راموس آخرین جلسه تمرینی رئال مادرید میس میکنه، از لاین اپ دار میخوره.
این یک پروفشنال است. مردم آیا بازی حسین زمانی ستاره آینده دار ما هست؟ در این سفر هنوز نتونست او جایگاه فنی رو پیدا بکنه چون واقعا مریض هست. مطمئن باشین که هیچ اصلا دیدگاهی وجود نداره که ما حسین زمانی تشکر. رو چانس بدیم یا چانس ندیم. سلامت بخیر باشه. تشکر از شما آقای مشوف. سلامت باشه. خواهش میکنم. بخیر باشه.